نینتندو یکی از بزرگترین شرکت‌های گیمینگه و ببین دیگه خودتون میدونید دیگه، بزرگترین سری‌های بازی رو ساخته، از ماریو و زلدا گرفته تا اسپلاتون و بایونتا، این همه بازی رو خودش ساخته. ولی خب بعضی وقتا یه کارایی میکنه که بابا میگن بی خیال دیگه، آقا چقدر پیگیری تو. پس امروز اومدیم ببینیم آقا نینتندو چیکار کرده تو این چند سال اخیر که چرا انقدر شیطانی شده، چرا انقدر اذیت میکنه. پس حتما تا آخر ویدیو هم من باشید. سلام، من علیرضام و یکی از دلایل اصلی اینه که آقا اصلا کانتنت کریئتورا یا همون کسایی که محتوا درست میکنن اصلا سمت بازیای نینتندو نمیرن جدیدن. حالا چرا؟ نینتندو اومده یه قانونی گذاشته جدیدن که شما هر چی بخوای بازیای نینتندو رو بازی کنی بالاخره اون محتوات کپی رایت میشه و نینتندو اجازه داره که اون پولی که شما از اون ویدیو در میارید یا از اون محتوایی که کلا به این نینتندو ربط داره، حالا میخواد هر چیش باشه، گیم پلی باشه، آهنگ باشه، هر چی، میتونه کل اون پولو واسه خودش کنه. شاید الان بگید خب برای چی این کارو نکنه، خب اون محتوای نینتندو. ولی نه آقا، سر گیم پلی این همه ما استریمر داریم، کسایی که محتوا تولید میکنن از گیم پلی، چرا مثلا کمپانی دیگه این کارو نمیکنه؟ چون خاطر اینکه گیم پلی که نباید کپی رایت داشته باشه. اما خب این قضیه فقط به گیم پلی محدود نمیشه. یه دونه یوتیوبر هستش به اسم گیلوا سانر که نزدیک به 1300 تا ویدیوش کپی رایت شد. حالا چرا؟ چون یوتیوبر میومده توی ویدیوهاش از آهنگای بازیهای قدیمی، حتی سوپر ماریوی 64، تمام اینا رو استفاده میکرده که حتی اومده اون کانال خودش که تمام محتواش اونجا رو پاک کرده. چرا؟ چون ترسیده که نینتندو ازش شکایت کنه و نینتندو سابقه شکایت کردن داره. پس آقا در ادامه همراه من باشی چون قضیه به شکایت هم میرسه. تو سال 2018 نینتندو اومد شرکت امیو پارادایس که این شرکت میمده رام بازی ها رو واسه امیولیت کردن در دسترس قرار میداده شکایت کرده. حالا اینکه گفتم یعنی چی؟ آقا این کاری که این شرکت میکرده این بوده که آقا رسمان خیلی بخوام ساده بگم، این که مثلا میمده بازی های انحصاری نینتندو که فقط و فقط روی اون کنسول، مثلا نینتندو سویچ بوده، ویو بوده، فقط روی اون کنسول بوده را میمده واسه پی سی اجرا میکرده. به این کار میگن امیولیت کردن. این کار حالا واسه مثلا بازی های PS4 و PS3 هم هست، حالا دیگه مثلا هر کدوم با حالات مختلف خودش دیگه. ولی خب این قضیه شکایت واسه این شرکت امیولیتور یه فاجعه شدش. چرا؟ چون مجبور شدش تمام رامایی که داشته رو همه رو پاک کنه از ترس اینکه آقا قضیه جدیتر بشه یا مثلا بازی دیگه از شرکت های دیگر رو امیولیت کرده اونا هم بیان ازش شکایت بکنن. خب بنده خدا ترسید دیگه، زده همه رو پاک کرده. ولی خب فکر نکنم شرکت های مثل مایکروسافت و سونی اندازه نینتندو اینقدر پیگیر باشن که برن شکایت کنن. والا هیچکس اینقدر پیگیر نیست. خب اینه که دیگه واقعا شاید براتون تعجب بشه اینکه آقا نینتندو حتی سر مسابقات پرو لیگ خودش، هم مسابقات حرفه‌ای خودش، سر اونم حساسه. چرا؟ چون اوایل اون قضیه کرونا اینا یه مسابقه برگزار شد برای بازی سوپر اسمش بروز که خواهی مسابقات به خاطر استفاده از برنامه اسلیپی که باعث میشد شما بتونید این بازی رو آنلاین استفاده کنید، یعنی مثل با ماد بود دیگه، همون امیولیت کردن بودش، نینتندو کلا گفت نه درسته خودم برگزار کردم ولی کنسله، آب جمعش کن جمعش کن، دوست ندارم اصلا قرارم در این حد یعنی. و کلا شما تنها مسابقاتی که میتونید از سوپر اسمش بروز ببینید از طریق ایووه که اصلا کنترلش دست نینتندو نیست و هیچ غلطی نمیتونه بکنن، یعنی کلش دست خودشون و نینتندو هیچ کار است. و به خاطر قانونهای مزخرف نینتندو ما اصلا مسابقات خیلی زیادی رو نمیبینیم. اصلا نینتندو بازی خیلی خوبی داره، همین سوپر اسمش بروز یه بازی فایتینگیه که واقعا نمونهش کمه. همین چند وقت پیش تازه یه نمونهش اومد که مولتی ورسز بود، الان هم خیلی داره موفق میشه. حالا شما فکر کن واسه این بازی مسابقات بیاد، بعد مثلا یه بازی قدیمی مثل سوپر اسمش بروز مسابقات نداره. خب معلومه این مولتی ورسز یهو دیدی جلو زد، یهو دیدی فروش که نه، بازی مجانیه، پلیراش خیلی بیشتر شد.
یا یه مثال دیگه، یه بازی تقریبا میشه گفت شوتر داره نینتندو به اسم اسپلاتون، حتی برای اونم مسابقات نداره نینتندو و خب واقعا نامید کننده است دیگه این قضایا. در کل نینتندو که یکی از بزرگترین شرکته الان در راه اشتباهیه، داره تمام کارهایی که الان داره میکنه واقعا اشتباهه. الان یکی از مهمترین چیزا توی صنعت گیم اینه که آقا بازیت خوب باشه برای محتوا درست کردن، چون خیلی تاثیر داره. خیلی از بازی مولتی پلیئر اینطوری بزرگ شده، ولی خب نینتندو قشنگ داره برعکس این کار رو انجام میده و معلوم نیست کی چوبشو میخوره. خب من این آخر ویدیو یه پیام دارم برای یه آدم خاص. آقای مصطفی نینتندو، رئیس نینتندو، آقا بیا همراه من شو. میدونم این ویدیو رو داری میبینی، کپی رایتمون نکن. من میخوام به راه رستگاری ببرمت، میخوام بهت یاد بدم چیکار کنی چیکار نکنی. به قرآن مردم دارن آسی میشن از دستت. بیا بیا با من، بیا بریم. حالا تا دفعه بعدی که ببینم تو مریض بودم از گیمری ما، خدا نگهدار. بیا بیا بریم. بیا بریم.